ادامه رزمایش نظامی مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در شمال رود اراس. وزیر خارجه ایران در سفر به روسیه گفت جمهوری اسلامی انتظار دارد مسکو به هر گونه تغییر احتمالی مرزهای منطقه حساس باشد. تهران و ایروان برای تکمیل جاده ارمنستان توافق کردند. با مجموع خبرهای نیمروزی همراه شما هستیم. در اینجا نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات در ایران و جهان. در ادامه خبرها، تأکید کاخ سفید بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی. آمریکا هشدار داد در صورت شکست مذاکرات گزینه‌های دیگری در برابر ایران هسته‌ای به کار خواهد گرفت. رئیس ارتش اسرائیل گفت حملات برای مقابله با توانایی نظامی اتمی تهران ادامه خواهد داشت. گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال از دادگاه عامل سوء قصد به بازرگان اسرائیلی در قبرس. نشریات اسرائیلی متهم را وابسته به جمهوری اسلامی می‌دانند. و گزارشی درباره افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی در ایران. بی‌توجهی به ورزش، استرس و افزایش مصرف دخانیات، نمک و الکل از علل این وضع نگران کنندند. تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان ادامه دارد. پس از رزمایش نیروی زمینی ارتش ایران در شمال غرب کشور و نقطه صفر مرزی در پلشت، حالا باکو و آنکارا مانور نظامی مشترکی در شمال رود اراس برگزار می کنند. رزمایشی که دومین روز آن برگزار می شود. آن هم همزمان با تعطیلی مسجد و دفتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در باکو. برخوردی که البته مقام های سیاسی دو کشور دلیل آن را همه‌گیری کرونا اعلام کردند. جمهوری اسلامی از حضور اسرائیل در جمهوری آذربایجان و به ویژه منطقه مرزی با ایران ابراز نگرانی می‌کند و هشدار می‌دهد و الهام علیف ادعای ایران را دروغین و غیر مستند می‌داند. رزمایش مشترک و چهار روزه جمهوری آذربایجان و ترکیه با عنوان برادری خلل ناپذیر در حالی انجام می‌شود که ماه گذشته هم دو کشور رزمایش دیگری با مشارکت پاکستان اجرا کردند. آنکارا گفته تیپ‌های مکانیزه، کماندویی، هوابرد و پهپادی ترکیه در این رزمایش مشترک با باکو توان عملیاتی خود را آزمایش می‌کنند. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که راهی روسیه شده، خواهان مشخص شدن موضع مسکو در قبال تحولات قفقاز شد و گفت در مذاکره با مقام‌های روسی در این باره گفتگو می‌کند. امیر عبداللهیان همچنین گفت انتظار جمهوری اسلامی از روسیه این است که درباره هر گونه تغییر احتمالی در مرزها حساس باشد. اولا ما فردا در گفتگوهایی که داریم در این خصوص به تفصیل صحبت خواهیم کرد. طبعا انتظار ما از مقامات رسمی روسیه این هست که نسبت به هر گونه تغییر احتمالی مرزها در منطقه حساس باشن و اطمینان دارم که در جلسه فردا میتونیم توافقات خوبی رو داشته باشیم و انشاءالله در مسیری که تثبیت کننده وضعیت در منطقه باشه بتونیم حرکت کنیم. همکارم خیبر عاکفی از مسکو همراه ماست. خیبر، در جریان سفر وزیر خارجه ایران به مسکو چه موضوعاتی دقیقا مورد بحث و گفتگو قرار گرفته؟ چنان که گفته شد در سفر امروز وزیر خارجه ایران به روسیه، چنان که هنوز با وصف که هنوز تمام نشده دیدار و مذاکرات جریان دارن و خبرنگارا هم در انتظار نشست خبری و کنفرانس خبری وزیران خارجه دو کشور هستن. اما قبل از آغاز مذاکرات سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در دیدار از سرگیری برجام است و تأکید کرد که با همتای ایرانیش در مورد تسریع روند از سرگیری برجام بحث و گفتگو خواهد داشت. همچنان آقای عبداللهیان وزیر خارجه ایران قبل از آغاز مذاکرات تأکید اظهار داشت که موضوعات چون افغانستان، وضعیت در افغانستان، در یمن و قفقاز که پیش ازی هم وزیر خارجه ایران تأکید روی ازمی موضوع داشت و شب گذشته با رسیدن به مسکو اظهار داشت که قرار است موضع روسیه و موضع روسیه و ایران در مورد قفقاز هماهنگ بکنه با در جریان سفرش به مسکو. اما طرف روسیه بیشتر تاکید روی موضوع برجام داره و همچنان موضوع افغانستان و ادامه کمک‌های بین‌المللی برای افغانستان.
ممنونم از توضیحاتت خیبر آکفی، از مسکو همراه ما بودیم. تهران و ایروان برای تکمیل جاده ارمنستان توافق کردند. ایران قصد دارد با تکمیل بخش‌هایی از جاده در قطعه 4 جنوبی ایروان مشکل ورود کامیون‌های ایرانی به جمهوری آذربایجان را حل کند. معاون وزیر راه و شهرسازی ایران گفته این توافق برای رفع مشکل منطقه گوریس صورت گرفته که به اختلال در تردد کامیون‌ها و حمل بار و مسافر از ایران به مقصد ارمنستان منجر شده است. در روزهای اخیر با بالا گرفتن تنش میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، روند تردد کامیون‌های ایرانی از مرز نوردوز و ارمنستان با مشکلاتی روبرو شد. بخشی از جاده گوریس قاپان در پی توافق آتش‌بس سال گذشته به کنترل جمهوری آذربایجان درآمد است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز گذشته خبر داد مسجد و دفتر علی اکبر اوجاق نژاد نماینده رهبر جمهوری اسلامی در باکو، پولوم و به دستور مقام‌های جمهوری آذربایجان تعطیل شده است. ساعتی بعد سفارت ایران در جمهوری آذربایجان اعلام کرد بسته شدن این حسینیه به دلیل محدودیت‌های کرونا انجام شده است. علیرضا اردبیلی، فعال سیاسی و مدیر سایت تریبون از ازمیر ترکیه همراه ما هستن. آقای اردبیلی، درباره بسته شدن این مسجدی که گفته میشه مدیریت اون با نماینده رهبر جمهوری اسلامی در باکو است، که بیشتر برای ما توضیح میدیم، به خصوص که اخبار خیلی زد و نقیض هست در این رابطه. با سلام. سرنوشت دفتر هنوز معلوم نیست، گفته شده به خاطر محدودیت‌های کرونایی و یعنی باز گذاشته شده، ممکنه بعداً این بسته شدن همه دائمی بشه یا بعداً این دفتر بنا به معاملات و مذاکراتی باز بشه، ولی سرنوشت قطعیش هنوز مشخص نیست. چه اطلاعاتی در رابطه با خود این آقای اوجاق نژاد نماینده رهبر جمهوری اسلامی در باکو وجود داره و چقدر به طور کل این بسته شدن این مسجد میتونه باعث افزایش تنش بین تهران و باکو بشه؟ سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در مورد جمهوری آذربایجان از سوی مثلثی پیش رفته تا حالا. یکی سفیر رسمی ایران در باکو بوده که در سفارتخانه جمهوری اسلامی مستقر بوده، یکی همین آقای اوجاق نژاده که یک آخوند بیشتر سنتی و بدون سابقه سیاسی و بدون تبلیغ اسلام سیاسی بوده، بسیار کمتر بوده، بیشتر در حد روزخانی، در حد برگزار کردن مراسم سنتی مذهبی شیعی بوده. یکی هم یک آخوندی در اردبیل، امام جمعه اردبیل، آقای سید حسن عاملی بوده که اون بیشتر سیاسی کاری میکرده، در مورد صدور اسلام سیاسی به جمهوری آذربایجان کار میکردن. در کل جمهوری اسلامی سیاست خودشو غیر از کانال دیپلماسی شبیه سیاست انترناسیونال کمونیستی شوروی سابق در دوران بسیار قدیم پیش میبره، یعنی صدور ایدئولوژی از کانال‌های مختلف، که آقای اوجاق نژاد مسئول یکی از این کانال‌ها بوده و معمولاً هم اختلافی بوده بین آقای اوجاق نژاد و آقای سید حسن عاملی امام جمعه اردبیل، که آقای عاملی آقای اوجاق نژاد را متهم می‌کرده، ببخشید، آقای اوجاق نژاد آقای عاملی را متهم می‌کرده که همه رشته‌های او در باکو در جمهوری آذربایجان را با سخنرانی‌های نامربوط و افراطی و تحریک برانگیز خودش از کانال امام جمعه اردبیل به هم میزنه. معمولا سیمای سنتی و سیمای غیر سیاسی داشته آذربایجان خود آقای اوجاق نژاد، و این مرکز هم یه مرکز در منطقه گنزلی که باکو حسینیه که الان بسته شده، کار سیاسی خاصی اونجا نمی کردن. سابقا آقای اوجاق نژاد مسئول بخش فرهنگی ایران در آذربایجان بود که بعدا تبدیل شد به حسینیه و به این دستگاهی که ایشون الان رهبری میکنن. ممنونم از شما علیرضا اردبیلی، فعال سیاسی از ازمیر همراه ما بودید. اما برای گفتگوی بیشتر در این زمینه همراه میشیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار که از شهر بن در آلمان همراه ما هستند. آقای مهدوی آزاد، می‌بینیم که دومین روز مانور مشترک نظامی آنکارا و باکو در حال برگزاری است در جمهوری آذربایجان، و از طرف دیگه همونطور که بهش اشاره کردیم مسجدی که مدیریت اون با نماینده رهبر جمهوری اسلامی در باکو هست بسته شده. حالا ما شاهد افزایش تنش‌ها هستیم بین تهران و باکو، و این تنش‌ها تا کجا ادامه پیدا می‌کنه؟
بله، ببین ما یک سطح ظاهری از تنش میبینیم. سطح ظاهری تنش ظاهرش این هستش که مثلا رانندگان ما رو بازداشت کردن. سطح ظاهری تنش این هستش که ایران مانور انجام داده یا ترکیه، آذربایجان و پاکستان مانور انجام داده. ما تا یک سطح واقعی پنهان و عمیق تنش هم وجود داره که در واقع شکل این شکل ظاهری رو اون تشکیل داده. برعکس اون چیزی که ادعا میشه، بحران فعلی اصلا ناشی از این نیست که اسرائیل مثلا اومده در مرزهای آذربایجان. اساسا مقامات جمهوری اسلامی، مخصوصا مقامات سپاه پاسداران، هر موقع بیورزند، هر موقع با بیورزگیشون خطایی میکنند یا هر موقع کاری رو نمیتونن درست کنن، میندازن گردن اسرائیل یا آمریکا. مثلا حتی این نیستش که واقعا ناتو اومده اونجا مرزهای آذربایجان، حتی مثلا این نیست که ایران داره در مرزهای شمال شرقیش مثلا توسعه طلبی میکنه، چون واقعا در اون مقطع جمهوری اسلامی این کارو نمیکنه. جمهوری اسلامی محور عربی رو داره دنبال میکنه. ماجرا برمیگرده به شکل جدید توافقات امنیتی منطقه، مخصوصا موافقتنامه صلح مسکو که 2020 انجام شد. اساسا بر اساس این توافقنامه مسیر انتقال انرژی از مسیری که الان وجود داره عوض خواهد شد. توی اون توافق ترکیه برنده خواهد بود، آذربایجان برنده خواهد بود و ایران بازنده خواهد بود. بنابراین این شکل جدیدی از منازعه قدرت در منطقه شکل گرفته با محوریت روسیه که در اون ترکیه دست بالا رو خواهد داشت و آذربایجان و همچنین روسیه به عنوان برنده اصلی و ایران ضعیف خواهد شد. مشکل اصلی جمهوری اسلامی این هست که نمیتونه باور بکنه و نمیخواد بپذیره که روسیه هیچگاه حامی ایران نبوده، روسیه هیچگاه شریک استراتژیک ایران نبوده. روسیه یه جورای عروسک گردان برخی از روحانیون یا فرماندهان نظامی بوده، از اونها استفاده میکرده، همچون که وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی هم گفتش که قاسم سلیمانی مسئول اجرای سیاست‌های مسکو، سیاست‌های روسیه در ایران بعد از برجام بود. ولی فکر کنم این شکل جدید توافقات امنیتی است که به بحران شکل داده. بر این از این زاویه بحران به سمت جنگ نخواهد رفت. هیچ کدام از طرفین جنگ رو نمیخوان، دوست ندارن، به نفعشون نیست. منتها این بحران عمیق‌تر از اون حرفایی است که به صورت واقعی حل بشه. فروکش خواهد کرد، دوباره چند وقت دیگه به شکل دیگه بروز پیدا خواهد. اصلا به طور کل روسیه چقدر نسبت به این دوستی استراتژیک بین جمهوری آذربایجان و اسرائیل حساس هست؟ چون که همونطور که بهش اشاره کردیم، وزیر امور خارجه ایران در سفرش به مسکو از روسیه خواسته که نسبت به حضور امنیتی اسرائیل و مرزهای منطقه حساس باشه. آیا اصلا برای مسکو مهم هست؟ این اساسا از توهمات آقای امیر عبداللهیانه. با این لحنی صحبت کرده ما از روسیه انتظار داریم. ببین واقعا نشون میده که اینا چیزایی که توی کیهان می‌نویسن یا صدا و سیما میگن یا تو سخنرانیشون میگن خودشون بعضی وقتا باورشون شده. این چیزایی که برای پروپاگاندا میگن که ما رو فریب بدن بعضی وقتا باورشون شده. مثلا داستان مولا نصرالدینه که به دروغ به مردم گفت یه جایی دارن کباب میدن، بعد خودش رفت اون صف دروغی گفته بود وایستاد. حرفای آقای امیر عبداللهیان در واقع این پیش‌فرض داره که روسیه نمیدونم حامی ایران بوده، روسیه روابط استراتژیک داره، خیلی اونجا ایران قدرت بازیگر اصلی است. روسیه همین الان در ماجرای سوریه میبینید اساسا دخالت نمیکنه و اگرم دخالت بکنه به نفع اسرائیل دخالت میکنه. اسرائیل هر روز وارد سوریه میشه، سپاه پاسداران رو میزنه، نیروهای نزدیک به سپاه رو میزنه، روسیه هیچ دخالتی نمیکنه. میبینید در سوریه حتی در نزدیکی به بشار اسد میسینه منافع ایران رو دنبال نمیکنه. همین الان توزیع اقتصادی فرماندهان سپاه انتقاد میکنن که روسیه سهمای ایران رو نده، چند بار تنش بینشون پیش اومده. در سایر حوزه هم شما میبینید در همین حتی در موضوع هسته‌ای روسیه کی یک قطعنامه شورای امنیت علیه ایران رو وتو کرد؟ اینقدر روسیه میکنن. حجم همکاری اقتصادی ایران و روسیه در اوج تحریم به 1 میلیارد دلار هنوز نمیرسه. ادعا میکنن که زیاد شده و حالا شده 1 میلیارد در واقع دلار یا یورو. ببین واقعیت نیستش که روسیه دنبال منافع خودش هست. هیچگاه ایران، مثلا ایران ایدئولوژیک، ایران با این قرائت براش اهمیتی نداشته. این توهمات جمهوری اسلامی است، این توهمات روحانیته که میگن پوتین گفته که من مسیح بودم آقای خامنه‌ای دیدم. منافع روسیه بیشتر تامین منافع آذربایجان، ترکیه است. با اون محور نزدیکی بیشتری داره، روابط بسیار گسترده‌تری هم داره. برای به نفع ایران بسیار بعیده که مداخله کنه، اما روسیه حتما در اون حد مداخله خواهد کرد که جنگ نشه. با توجه به تسلط روسیه در قفقاز جنوبی منطقا به سمت جنگ هم نخواهیم رفت. ممنونم از شما مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار از بن همراه ما بودید.
در خبری فوری، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در حکمی علی صالح آبادی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب کرد. صالح آبادی دانش آموخته مدیریت مالی از دانشگاه تهران و امام صادق است. او در سالهای گذشته به عنوان دبیر کل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و بعدتر رئیس آن و نیز مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران مشغول به کار بوده است. اما تا دقایق دیگر به دیدار و گفتگو مقامات امنیتی ایالات متحده و اسرائیل در واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌پردازیم. آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم تاکید کرد. رئیس ارتش اسرائیل هم گفت حملات برای مقابله با توانایی نظامی اتمی تهران ادامه خواهد داشت. بیننده و شنونده مجموعه خبران امروزی هستید. پیش از ادامه مرور کنیم بر سرخط خبرها. ادامه رزمایش نظامی مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در شمال رود ارس. وزیر خارجه ایران در سفر به روسیه گفت جمهوری اسلامی انتظار دارد مسکو به هر گونه تغییر احتمالی مرزهای منطقه حساس باشد. تهران و ایروان برای تکمیل جاده ارمنستان توافق کردند. تأکید کاخ سفید بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی. آمریکا هشدار داد در صورت شکست مذاکرات گزینه‌های دیگری در برابر ایران هسته‌ای به کار خواهد گرفت. رئیس ارتش اسرائیل گفت حملات برای مقابله با توانایی نظامی اتمی تهران ادامه خواهد داشت. جلسه گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال از دادگاه عامل سوء قصد به بازرگان اسرائیلی در قبرس. نشریات اسرائیلی متهم را وابسته به جمهوری اسلامی می‌داند. و گزارشی درباره افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی در ایران. بی‌توجهی به ورزش، استرس و افزایش مصرف دخانیات و نمک و الکل از علل این وضع نگران کننده‌اند. همزمان با سفر وزیر خارجه ایران به مسکو، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای خواستار از سرگیری فوری مذاکرات احیای برجام شد و اعلام کرد تنها راه خروج از وضعیت فعلی آغاز مذاکرات است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات برجام هم در حساب توییترش نوشت دلیلی وجود ندارد که از بی‌توجهی ایران به ادامه فرایند مذاکرات صحبت شود و تنها مسئله در بازگشت به میز مذاکرات زمان است. در همین حال وزیر خارجه ایران در مسکو درباره مذاکرات احیای برجام گفت اگر بنا باشد مذاکرات وین مسیر 8 سال گذشته را طی کند و مذاکره تنها برای مذاکره باشد، جمهوری اسلامی تصمیم مقتضی را خواهد گرفت. عبداللهیان درباره جزئیات تصمیم ایران توضیح نداد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت مذاکرات احیای برجام به زودی و در روزهای آینده آغاز خواهد شد. محمود عباس‌زاده در گفتگو با تسلیم در این حال اضافه کرد هنوز زمان دقیقی برای آغاز مذاکرات تعیین نشده است. او گفته شورای عالی امنیت ملی استراتژی جمهوری اسلامی در گفتگوها را تدوین می کند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دیدار با همتای اسرائیلی خود در واشنگتن تأکید کرد در صورت شکست مذاکرات واشنگتن گزینه‌های دیگری را برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای در نظر خواهد گرفت. با این وجود سالیوان در دیدار با ایال هولاتا همچنان بر دیپلماسی به عنوان بهترین گزینه برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد. مقام ارشد امنیت ملی اسرائیل برای تبادل اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران به واشنگتن سفر کرده است. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید اسرائیل به عملیات نظامی خود برای مقابله با توان نظامی ایران از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. آویف کوخاوی همچنین میگوید عملیات برای از بین بردن توانمندی‌های ایران در هر زمینه و هر زمان ادامه خواهد داشت و برنامه‌های عملیاتی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم توسعه و بهبود خواهد یافت. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل همچنین جمهوری اسلامی را رژیمی ظالم خواند که گرچه در حال حاضر پایدار به نظر می رسد اما در نهایت سقوط خواهد کرد. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو اسرائیل همراه ما هستند. آقای جاودانفر، از همین صحبت‌های رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل شروع بکنیم. آیا صحبت‌هایی که مطرح کرده بیشتر جنبه تهدید داره و یا اینکه راهبردی خواهد بود و عملیاتی میشه؟ به نظر من راهبردی خواهد بود و عملیاتی خواهد شد، چون در اسرائیل واقعا این نگرانی الان وجود داره که جمهوری اسلامی در حال حاضر تا اونجا که ما می‌بینیم قصد نداره که برگرده به برجام، قصد نداره که برگرده حتی به مذاکرات.
و در این حال ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی ایران داره سعی می‌کنه که برنامه موشکی خودش رو جلو ببره و مهمتر از اون برنامه اتمی جمهوری اسلامی پیشرفت‌های چشمگیری رو اخیراً داشته و پیشرفت‌های بسیار مهمی بوده که اینها برای اسرائیل بسیار مهم هستن و در مجموع در اسرائیل این دیدگاه به وجود داره میاد که واقعاً با وجود این که در حال حاضر به نظر میاد که جمهوری اسلامی نمیخواد برگرده به برجام، پس متاسفانه احتمال این که اسرائیل مجبور بشه که متوسل بشه به گزینه نظامی داره این احتمال افزایش پیدا میکنه. اما چقدر احیای مذاکرات برجام میتونه این تنش رو کاهش بده و باعث بشه که اسرائیل عمل کردی در برابر برنامه اتمی ایران نداشته باشه؟ ببینید، چیزی که برای برجام خیلی مهم هستش و متاسفانه آقای نتانیاهو سعی کرد که به خیلی برجام رو زیر سوال برد، ولی یکی از بزرگترین دستاوردهای برجام این بود که اولا برنامه اتمی ایران تحت کنترل بود، تو یک چارچوبی بود، جامعه بین المللی میدونست که چی داره اتفاق میفته و مهمتر از اون چه خواهد اتفاق افتاد، چه در آینده ما باعثی منتظر چی باشیم. ولی الان تمام این مسائل الان از کنترل خارج شده. ما الان می‌بینیم که به خاطر اینکه آقای ترامپ از برجام خارج شد، جمهوری اسلامی در نشان دادن واکنش الان برنامه اتمی خودش رو به شدت جلو برده. یه مسئله اینگه هم هست، مسئله نظارت بر برنامه اتمی ایران. برجام یک چارچوب و یک سیستم بسیار خوبی داشت برای نظارت تأسیسات اتمی ایران و فعالیت‌های برنامه اتمی ایران. الان ما می‌بینیم که اونو ما داریم از دست می‌دیم در واکنش، دوباره در واکنش به اقدام آقای ترامپ که آقای نتانیاهو ایشون رو تشویق کرده بود. الان نظارت روی جمهوری اسلامی، نظارت روی و بازرسی روی برنامه اتمی و فعالیت‌ها و سایت‌های اتمی ایران رو به شدت یعنی کاهش داده و خب این هم به ضرر اسرائیل هست، چون میشه گفت فرضاً اگه جمهوری اسلامی الان بخواد بمب بسازه، خب میشه گفت اختیاری که اسرائیل خواهد داشت و کمتر شده، چون نظارت روی این برنامه الان کاهش پیدا کرده. ممنونم از توضیحاتتون. مرجع آفدانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو همراه ما بودیم. در اینجا نگاهی کنیم به مطالب منتخب روزنامه‌های ایران. برای بررسی روزنامه‌های امروز صبح ایران همکارم محمد رهبر در استودیو همراه ما هستن. خب امروز به قول معروف بین تعطیله، این بود روز گذشته تعطیل رسمی بود، فردا هم تعطیل رسمیه و روزنامه‌های کمی به چاپ رسیدن، اما همین اندک روزنامه‌هایی که بر روی دکه‌ها به نمایش گذاشته شدن چه مطالبی رو پوشش دادن؟ بله، در چنین روزهایی معمولا صرف نمی‌کنه اصلا روزنامه رو منتشر بکنن، بخش توصیه کار نمی‌کنه، مردم هم که روزنامه در شرایط عادی نمی‌خرن. به هر حال چند روزنامه خطر کردن و منتشر شدن. یکیش روزنامه آرمان ملی است که امروز به همین سفرهای خطرسازی که در جریانه داره می‌پردازه. 51,000 نفر از 40 برگشتن، تست کرونا هم ندادن، بسیاریشون هم کرونا گرفته بودن، اینها در شهرها پخش شدن. از اون طرف جلوگیری نشد از سفرهای دوباره مردم، جاده‌های شمال شلوغ هست، مردم این طرف اون طرف میرن و میتوان گفتش که با واکسینه نشدن کافی جمعیت ایران ما دوباره با موج ششم مواجه هستیم. برای واکسینه شده و 60% جامعه واکسن رو دریافت میکردن که بتونن مسئولیت ایجاد بکنه که چنین اتفاق نیفتده. نکته بعدی که توی روزنامه آرمان ملی امروز می‌بینیم این منع فایزر بی‌برکت هست. گفته ساکن فایزر که امتحانش رو پس داده، روش تحقیقات انجام شده، منتشر شده نتایجش، این رو ما وارد نمی‌کنیم. بعد واکسن برکت که یک برگ تا به حال در مورد تحقیقاتش و نتایجش منتشر نشده، اون رو تبلیغ می‌کنیم. بعد گفته آقای خامنه‌ای وقتی که دوز اولش رو زد، همین برکت رو زد، گفتش که منتشر کنیم مباحث علمیش رو. اما نکته اینجاست که آقای خامنه‌ای مطمئناً این واکسن رو نزده، چون با این اوصافی که اصلا مشخص نبوده که این چطور رفتاری داره، چطور واکسنی هست، بعید میدونم که این خطر رو کرده باشن. و آقای خامنه‌ای که الان به هر حال ملکه این کندوی استبداد هست رو به خطر انداخته باشن. به روزنامه بعدی برسیم، روزنامه مستقل که مصاحبه کرده با احمد موثقی که دانشگاه تهران درس میده و
خیلی بحث غم انگیزی است که ما چه محاصره ای هستیم در ایران و چگونه رفتارهای جمهوری اسلامی باعث شده که کشور به یک انزوای کامل برسه. در مورد اسرائیل گفته که اسرائیل متحد امارات عربی در جنوب ایران هست و در تمام آسیای میانه و قفقاز نفوذ داره. از اون طرف ما روابط خوبی اصلا با کشورهایی که در تمدن ایرانی قرار داشتن مثل تاجیکستان نداریم. با عراق انقریب هست که مشکل پیدا بکنیم. رتبه سوم تولید نفت اوپیک رو الان عراقی‌ها در دست دارن، چیزی که قبلا مال ایران بود. و پاکستان به همچنین اصلا معلوم نیست ما چگونه روابطی با او داریم، یا افغانستانی که الان زیر نفوذ پاکستان هست. به هر حال این وضعیتی است که جمهوری اسلامی آفریده و به نظر هم نمیرسه که متحدین کاذبی مثل روسیه به فریادش برسن. حرفایی است که آقای موثقی زده. به روزنامه بعدی برسیم و من یک چیزی در مورد فردا بگم که به حال ما از عزای به عزای دیگه میریم در ایران دیگه. فردا عزای امام رضا است. در مشهد هم خیلی روی این مسئله تاکید میکنن و این ماجرای خادم الرضا بودن. ببینید امام رضا ولیعهد مأمون بود و اون سلطنت و اون خلافت رو شیعیان گویا به رسمیت شناختن و همون رفتار رو با سلطان علی ابن موسی رضا کردن، اسمی که برای امام رضا انتخاب کردن. سنت های غلط باعث خصیصه های بد میشه. وقتی کسی خادم الرضا میشه دست به سینه میزه، دیگه هیچ حقوقی نداره، این یک سلطان رفتار میکنه. حالا حساب بکنید که آقای علم الهدا گفته بود این آدمایی که تو مشهد زندگی میکنن شهروند نیستن، اینا مجاورینن، اینا خادمن. خب امام رضایی که در کار نیست، چه کسی به جای اون مینشینه؟ همین ولایت فقیه علم الهدا، آقای خامنه ای و دیگران. و شما رو نه شهروند حساب میکنند، نه به حقوقی دارید و نه ارزش. به روزنامه آخر برسیم که عزای اصلی این هست. عزای اصلی این هستش که ما سالمندامون، اونهایی که بازنشسته هستند، این روزها دارن تکدیگری میکنند به خاطر اینکه حقوقشون کفاف نمیده. در مترو و در خیابان بساط دستفروشی بند کردند و این وضعیت غم انگیزی است که ما داریم. البته چنین عزایی رو نمیگیریم. ممنونم از توضیحاتتون. همکارم محمد رهبر در استودیو همراه ما بود. در ادامه مجموعه خبری به گزارشی درباره افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی در ایران و همزمان افزایش چند برابری قیمت دارو و درمانان می‌پردازیم. بی‌توجهی به ورزش، استرس و افزایش مصرف دخانیات، نمک و الکل از علل این وضع نگران کننده است. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مرور کنیم بر سرخط خبرها. ادامه رزمایش نظامی مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در شمال رود ارس. وزیر خارجه ایران در سفر به روسیه گفت جمهوری اسلامی انتظار دارد مسکو به هر گونه تغییر احتمالی مرزهای منطقه حساس باشد. تهران و ایروان برای تکمیل جاده ارمنستان توافق کردند. تأکید کاخ سفید بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی. آمریکا هشدار داد در صورت شکست مذاکرات گزینه‌های دیگری در برابر ایران هسته‌ای به کار خواهد گرفت. رئیس ارتش اسرائیل گفت حملات برای مقابله با توانایی نظامی اتمی تهران ادامه خواهد داشت. گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال از دادگاه عامل سوء قصد به بازرگان اسرائیلی در قبرس. نشریات اسرائیلی متهم را وابسته به جمهوری اسلامی می‌داند. و گزارش درباره افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی در ایران. بی‌توجهی به ورزش، استرس و افزایش مصرف دخانیات و نمک و الکل از علل این وضع نگران کنندند. سه روز پس از انتشار خبر دستگیری فردی در قبرس که به گفته مقامات اسرائیلی در صدد سوء قصد به بازرگان اسرائیلی ساکن شهر نیکوزیا بوده، متهم امروز برای تمدید ادامه بازداشت به دادگاه می‌آید. پلیس قبرس متهم را که یک اسلحه کمری هم به همراه داشت و پیش از این در اطراف مرکز تجاری یهودیان دیده شده بود، در مرز دستگیر کرده است. نشریات اسرائیلی این اقدام را نقشه انتقام جمهوری اسلامی پس از کشته شدن محسن فخری‌زاده توصیف کردند. ایران هر گونه دخالت در سوء قصد به بازرگان اسرائیلی را تکذیب کرده است. با همکارم بابک اسحاقی از نیکوزیا همراه میشیم. بابک، آخرین جزئیات از برگزاری دادگاه را از تو بشنویم.
دقایقی پیش قطاری از اتومبیل‌های پلیس و اتومبیل‌های ضد گلوله متهم آذربایجانی 39 ساله ای را که متهم هستش که قصد داشته به جان بازرگانان یهودی اسرائیلی در نیکوزیا سوء قصد بکنه را از دادگاه بیرون بردن. دادگاه در پشت درهای بسته تشکیل شد و تنها تصمیم گرفته شد که به بازداشت این فرد را تمدید کنند و بازجویی ها در این رابطه از او ادامه داره. در اینجا آنچه که گفته میشه مختلف هستش. اسرائیل رسما اعلام کرده که این فرد از طرف جمهوری اسلامی فرستاده شده بوده برای اینکه انتقام کشته شدن فخریزاده را در اینجا از اسرائیلی ها بگیره و سازمان موساد اسرائیل این اطلاعات را به پلیس نیکوزیا داده و پلیس همین فرد را در مرز قبرس ترکیه و قبرس اروپایی دستگیر کرده. خود ایران، سفارت جمهوری اسلامی ایران در قبرس گفته که این اتهامات را نمیپذیره و همچین اتفاقی نیفتاده. پلیس قبرس در حال حاضر به صورت جنایی به این مسئله نگاه میکنه. همونطوری که دیدید قطاری از اتومبیل‌های حفاظت شده این فرد را از دادگاه بیرون بردن. اگر یک مسئله جنایی ساده بود همچین اتفاقی نمیافتاد. اما در هر حال به آنچه که گفته شده این هستش که آنها در حال تحقیق هستند و در حال حاضر سخنی در رابطه با او نمیگویند. ما حتی اسم این فرد را هنوز نمیدونیم. پلیس حاضر نیستش که در این رابطه جزئیاتی را پخش بکنه. اجازه هم نداشتیم که هنوز با وکیلی یا وکلای این فرد ما صحبت بکنیم. گفته شده که همدستانی هم این فرد داشته، چند بار ماشین‌هایی را در قبرس اجاره کرده بوده و دوروبر اطراف محله های اسرائیلی نشین و همچنین دفاتر بازرگانان اسرائیلی اونجا گردش کرده. از این فرد یک اسلحه با صدا خفه کن هم پیدا شده. در هر حال ما منتظر هستیم شاید بتونیم در این رابطه جزئیات بیشتری را پخش بکنیم. ممنونم از توضیحات. همکارم بابک اساقی از نیکوزیا قبرس همراه ما بودیم. در خبری فوری، انجمن قلم آمریکا در مراسمی در نیویورک جایزه پن آزادی نگارش باربی را به بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، سه نویسنده زندانی در ایران اهدا کرد. انجمن قلم آمریکا گفته این نویسندگان به دلیل نوشته‌هایشان دفاع از آزادی بیان و مخالفت مسالمت‌آمیز با سانسور حکومتی زندانی شدند. اما سومین روز مراسم اعلام جایزه نوبل، مهمترین رویداد علمی جهان، امروز برگزار می شود. در روزهای گذشته جوایز نوبل سال در رشته های پزشکی و فیزیک اعلام شد. آکادمی علوم سلطنتی سوئد امروز برنده نوبل شیمی 2021 را معرفی کرد. همکارم مهران عباسیان از موزه نوبل در سوئد همراه ماست با جزئیات بیشتر. مهران، از تو بشنویم که امروز چه گذشت در موزه نوبل و جایزه شیمی به چه کسی تعلق گرفت؟ خب فرانهاز، دقایقی پیش آکادمی علوم سلطنتی سوئد جایزه نوبل شیمی رو به دو نفر اهدا کردن، بنیامین لیست از آلمان و دیوید مک میلان از انگلستان. این دو نفر این جایزه رو به خاطر توسعه کاتالیزورهای نامتقارن دریافت کردن. اهدا شد مشترکاً جایزه نوبل شیمی به این دو نفر. جایزه نوبل شیمی بعد از نوبل صلح مهمترین جایزه است، به این دلیل که خود آلفرد نوبل تحقیقات و اکتشافاتش با علم شیمی انجام می شده. امروز در موزه نوبل همزمان با آکادمی سلطنت علوم سلطنتی ساختمانش که اونجا داورها این جایزه رو اعلام کردند، در موزه افرادی شرکت داشتند و اینجا مستقیم این مراسم پخش میشد. موزه نوبل تشکیل شده از تمام جوایز نوبل، عکس تمام برندگان نوبل. در این قسمت تنها ایرانی برنده جایزه نوبل خانم شیرین عبادی که جایزه
نوبل صلح رو سال 2003 از آن خودش کرد یادگاری اینجا گذاشته. بالا میبینیم که اسم خانم شیرین عبادی نوشته شده سال 2003، یک حوله اینجا گذاشته شده و نوشته شده این حوله رو خانم شیرین عبادی در زندان خریداری کردن و اینو اینجا به یادگار خانم عبادی گذاشتن. قسمت های دیگه هم کسای دیگه ای که جوایز نوبل رو بردن گذاشتن. اما انتقادی که به جوایز نوبل و اهدای اونا هست اینه که خود آلفرد نوبل میخواسته که این جوایز به دانشمندان جوان داده بشه و مبلغی که به اونها اهدا میشه بتونن راحت‌تر به تحقیقاتشون بپردازن. اما میانگین سنی افرادی که جوایز نوبل رو میبرن 68 ساله. ممنونم از توضیحات همکارم مهران عباسیان از موزه نوبل در استکهلم همراه ما بودید. بیماری‌های قلبی و عروقی که از مهمترین علل مرگ در جهان محسوب می‌شوند، در ایران هم از علت‌های اصلی جان باختن شهروندان به شمار می‌روند. بی‌توجهی به ورزش، استرس و افزایش مصرف دخانیات و نمک و الکل از علل تشدید و گسترش این بیماری پرعارضند. وزارت بهداشت و درمان از افزایش آمار بیماران قلبی می‌گوید و اینکه مشکلات قلبی و عروقی به مرگ‌های زودرس در کشور هم منجر شده. ماهرخ غلامحسین پور در گزارشش نگاهی کرده به این بیماری در ایران. در ایران عامل 44% مرگ هایی که رخ می دهند بیماری های قلبی و عروقی است، روندی که طی 10 سال گذشته 2 برابر شده. متخصصان می گویند این بیماری ها ارمغان زیست مدرن امروزی است. بی‌توجهی به ورزش، مصرف الکل و دخانیات، مصرف بیش از اندازه نمک و مهمتر از همه چاقی که تهدید بزرگی برای سلامتی است. بنابر آمارها فقط 51% مردم در ایران تحرک مناسب دارند و از این 51% هم تنها 23% به اندازه کافی ورزش می کنند. دانشگاه علوم پزشکی تهران میگوید در چند دهه گذشته افراد چاق 5.5 برابر افزایش یافتند و در این میان تفاوت معناداری بین جمعیت روستاییان و شهرنشینان دچار اضافه وزن وجود ندارد. در کشورهای توسعه یافته برای کنترل این عامل مرگبار همزمان از غربالگری و پیشگیری، فراوانی مراکز رسیدگی و تامین دارو و همچنین فراهم کردن امکانات ورزشی برای مردان و زنان بهره می‌برند. در کشورهای در حال توسعه اما عامل بیماری‌های قلبی و عروقی کماکان پیشتاز عرابه مرگ. سازمان ثبت و احوال اعلام کرد آمار مرگ و میر در کشور نسبت به ایام پیش از کرونا 60% افزایش یافته. اما حتی همین کرونا هم نتوانسته آمار مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش دهد. سال گذشته 174 هزار نفر به دلیل ایست قلبی، سکته مغزی و فشار خون درگذشتند که از این تعداد 32%شان دچار مرگ زودرس بودند. اما مسئله این روزهای بیماران قلبی فقط کرونا و خانه نشینی، بسته شدن باشگاه‌های ورزشی و محدود شدن فعالیت‌های بدنی نیست. گران و یا حتی نایاب شدن داروهای بیماری‌های قلبی و عروقی وجه دیگری از این بحران در ایران است. فقط در یک قلم یک بسته 28 عددی قرص پلاویکس که داروی حیاتی برای بیماران قلبی است از 50 هزار تومان به 350 هزار تومان رسیده. تازه اگر در بلبشوی بازار دارو بتوان آن را یافت. در این وضعیت برای کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی کاری هم می شود کرد؟ عدم مصرف دخانیات و مواد مخدر، کاهش وزن، فعالیت ورزشی مناسب در طی روز، زندگی کم استرس، رژیم غذایی مناسب کم نمک، کم چربی میتونه تا حد چشمگیری این میزان رو کاهش بده. به این ترتیب شاید اطلاع رسانی و آموزش شهروندان برای تغییر الگوی زندگی تنها راه مؤثری باشد که از افزایش روزافزون پیوستن مردم به موج عظیم بیماری‌های قلبی و عروقی بکاهد. ماهرخ غلامحسین پور، واشنگتن.
معترضان اقلیمی و محیط زیستی روز گذشته در شوی لباس فصلی لوی ویتون در پاریس حضور یافتند و این نمایش مد را مختل کردند. این افراد با در دست داشتن بنر اعتراضی اثرات مخرب محیط زیستی آن را گوشزد کردند. بر اساس گزارش ها صنعت مد بعد از نفت دومین صنعت آلوده کننده جهان است. در میانه این بخش خبری همکارم مهشید دادبه در بخش ورزش از تازه های اون برای شما میگه. سری بزنیم به دنیای ورزش، دوباره با شما خواهم بود. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. ادامه رزمایش نظامی مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در شمال رود ارس. وزیر خارجه ایران در سفر به روسیه گفت جمهوری اسلامی انتظار دارد مسکو به هر گونه تغییر احتمالی مرزهای منطقه حساس باشد. مرز ایران و ترکیه بار دیگر بسته شد. تأکید کاخ سفید بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی. آمریکا هشدار داد در صورت شکست مذاکرات گزینه‌های دیگری در برابر ایران هسته‌ای به کار خواهد گرفت. رئیس ارتش اسرائیل گفت حملات برای مقابله با توانایی نظامی اتمی تهران ادامه خواهد داشت. ادامه اعتصاب در معدن مس سنگون ورزقان در آذربایجان شرقی. کارگران معترض برای دومین روز دست از کار کشیدند. اداره معدن با هزاران میلیارد تومان سرمایه در اختیار سپاه پاسداران است. و گزارشی درباره افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی در ایران. بی‌توجهی به ورزش، استرس و افزایش مصرف دخانیات، نمک و الکل از علل این وضع نگران کننده است. تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان ادامه دارد. پس از رزمایش نیروی زمینی ارتش ایران در شمال غرب کشور و نقطه صفر مرزی در پلدشت، حالا باکو و آنکارا مانور نظامی مشترکی در شمال رود ارس برگزار می‌کنند. رزمایشی که دومین روز آن برگزار می‌شود. آن هم همزمان با تعطیلی مسجد و دفتر نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در باکو. برخوردی که البته مقام‌های سیاسی دو کشور دلیل آن را همه‌گیری کرونا اعلام کردند. جمهوری اسلامی از حضور اسرائیل در جمهوری آذربایجان و به ویژه منطقه مرزی با ایران ابراز نگرانی می‌کند و هشدار می‌دهد. و الهام علیف ادعای ایران را دروغین و غیر مستند می‌داند. رزمایش مشترک و چهار روزه جمهوری آذربایجان و ترکیه با عنوان برادری خلل ناپذیر در حالی انجام می‌شود که ماه گذشته هم دو کشور رزمایش دیگری با مشارکت پاکستان اجرا کردند. آنکارا گفته تیپ‌های مکانیزه کماندویی هوابرد و پهپادی ترکیه در این رزمایش مشترک با باکو توان عملیاتی خود را آزمایش می‌کنند. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران که راهی روسیه شده خواهان مشخص شدن موضع مسکو در قبال تحولات قفقاز شد و گفت در مذاکره با مقام‌های روسی در این باره گفتگو می‌کند. امیرعبداللهیان همچنین گفت انتظار جمهوری اسلامی از روسیه این است که درباره هر گونه تغییر احتمالی در مرزها حساس باشد. اولا ما فردا در گفتگوهایی که داریم در این خصوص به تفصیل صحبت خواهیم کرد. طبعا انتظار ما از مقامات رسمی روسیه این هست که نسبت به هر گونه تغییر احتمالی مرزها در منطقه حساس باشن و اطمینان دارم که در جلسه فردا میتونیم توافقات خوبی رو داشته باشیم و انشاءالله در مسیری که تثبیت کننده وضعیت در منطقه باشه بتونیم حرکت کنیم. وزیر خارجه ایران پس از دیدار با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش در نشست مطبوعاتی مشترکی شرکت کرد. با همکارم خیبر آکفی از مسکو همراه هستیم. مسکو خیبر، سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو رو داریم و همینطور نشست مطبوعاتی مشترک در حال برگزاری است. کمی درباره جزئیات این خبر به ما بگو. بله، چنان که گفتین نشست خبری وزیران خارجه روسیه و امریکا در حال برگزاری است و تا جایی که من شنیدم و دیدم سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که روی موضوعات چون اثرگیری برجام صحبت داشتن، همچنان روی موضوعات عضویت کامل ایران و سازمان همکاری های شانگهای بحث و تبادل و نظر داشتن. دو طرف افغانستان هم که یک موضوع قابل بحث وزیران خارجه روسیه و امریکا بود و گفتند که دو طرف متعهد شدن به این که
بتانن مشکلات را که در افغانستان با خروج شتاب زده امریکایی ها و ناتو ایجاد شده حل بکنن و راه های حل برای این مشکلات پیدا بکنن. همچنان وزیر خارجه ایران از برگزاری از پلان و تصمیم ایران برای برگزاری یک نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه خبر داد و همچنان در مورد دخالت اسرائیل ابراز نظر کرد و گفت که تهران برای تهران تغییر آمدن تغییر و ایجاد تغییر در نقشه منطقه قابل قبول نیست. ممنونم از توضیحاتت خیبر عاکفی، از مسکو همراه ما بودیم. تهران و ایروان برای تکمیل جاده ارمنستان توافق کردند. ایران قصد دارد با تکمیل بخش‌هایی از جاده در قطعه 4 جنوبی ایروان مشکل ورود کامیون‌های ایرانی به جمهوری آذربایجان را حل کند. معاون وزیر راه و شهرسازی ایران گفته این توافق برای رفع مشکل منطقه گوریس صورت گرفته که به اختلال در تردد کامیون‌ها و حمل بار و مسافر از ایران به مقصد ارمنستان منجر شده است. در روزهای اخیر با بالا گرفتن تنش میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، روند تردد کامیون‌های ایرانی از مرز نوردوز به ارمنستان با مشکلاتی روبرو شد. بخشی از جاده گوریس‌قاپان در پی توافق آتش‌بس سال گذشته به کنترل جمهوری آذربایجان درآمده است. همزمان با افزایش تنش میان تهران و باکو و در حالی که رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در شمال رود ارس ادامه دارد، گزارش‌ها از بسته شدن دوباره مرز رازی در آذربایجان غربی خبر می‌دهند. پیشتر اعلام شده بود مرز زمینی ایران با ترکیه از 27 شهریور بازگشایی شده، اما خبرگزاری رکنا خبر داده این مرز در شهرستان خوی از 12 مهر ماه بار دیگر بسته شده و مسافران و تورهای گردشگری در مرز رازی متوقف شدند. علم صالح استادیار مطالعات ایران از دانشگاه ملی استرالیا از لیدز و شمال انگلستان همراه ما هستند. آقای صالح، تحلیل شما از دلایل افزایش تنش بین ایران و جمهوری آذربایجان چیه؟ بدون شک از پایان جنگ 44 روزه 2020 یا جنگ دوم قره‌باغ بین آذربایجان و ارمنستان، معادلات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه تغییر پیدا کرده و این باعث شده که توازن قدرت بین آذربایجان و ارمنستان به هم بخوره و این در همتنیدگی مرزها یا مرزهای جدیدی که از اواخر سال گذشته در این منطقه قفقاز جنوبی ایجاد شده باعث شده که ایران منافع خودش رو در خطر ببینه، به خصوص اینکه ارمنستان حلقه وسطی برای کریدور شمال به جنوب که مسکو رو از طریق ایران به بمبئی وصل میکنه و این باعث شده که توازن قدرت وقتی به هم خورده، آذربایجان توانستی یا میخواهد خواسته های خود رو، خواسته های ژئوپلیتیک خود رو به ارمنستان تحمیل کنه. این باعث میشه که ایران برای ایجاد توازن و حفظ منافع خودش و حفظ ثبات و امنیت برای کریدور شمال به جنوب مداخله کنه. در غیر این صورت لازمه که برای شاهراها یا کریدوری که در حال حاضر بخشی از آن زیر کنترل یا تحت سلطه آذربایجان هست، جایگزینی پیدا بشه. برای این جایگزین لازمش اینه که بنیه اقتصادی ارمنستان اجازه نمیده که 500 میلیون دلار خرج کنه برای ارتباط شاهراهی بین ایران و ایروان. چین هم بهش اجازه داده نشده به خاطر فشارهای آمریکا که این شاهراه رو، شاهراه جایگزین رو ایجاد کنه. در این حال برای ایجاد این شاهراه کامل از جنوب به شمال ارمنستان 2 تا 4 میلیارد دلار هم لازمه. باعث شده که ایران هم از نظر نظامی و هم از نظر اقتصادی برای حفظ منافع امنیتی خودش و ژئواکونومیک خودش وارد عمل بشه. از طرف دیگه می‌بینیم که ترکیه و جمهوری آذربایجان در کمتر از یک ماه دارن بار دیگه رزمایش نظامی مشترک برگزار می‌کنن. به طور کل نقش ترکیه رو در این تنش چطور می‌بینید؟ آیا می‌تونیم بگیم که بعد از جنگ قره‌باغ در سال گذشته ترکیه دست بالاتر رو در حقیقت در منطقه پیدا کرده؟
بدون شک که یکی از دلایل عدم یا به هم خوردن توازن قدرت بین آذربایجان و ارمنستان حضور و وجود ترکیه و فروش سلاح ترکیه به آذربایجان و همچنین فروش سلاح‌های اسرائیلی به آذربایجان بوده و این امر مطمئناً بدون جوابگویی ایران نخواهد ماند. مطمئناً ایران نیز برای ایجاد این توازن تلاش می‌کنه که تا حدود زیادی به ارمنستان حمایت کنه تا این توازن رو حفظ کنه. فراموش نکنیم که در روابط بین‌الملل جنگ موقعی فقط ایجاد نمیشه که یک توازن قدرتی باشه و نه اینکه حتما باید کشوری بر کشور دیگه غلبه کنه. با ایجاد توازن امنیت و ثبات منطقه بیشتر حفظ خواهد شد. درباره جایگاه اسرائیل هم در این درگیری کمی بیشتر توضیح میدید. آیا ممکنه که جمهوری آذربایجان به خاطر کم کردن تنش‌ها بار دیگه روابطش با اسرائیل رو بازنگری بکنه؟ اگر کوتاه بفرمایید. بله، مطمئناً این پیچیدگی‌های امنیتی جدید در منطقه باعث شده که نه فقط کشورهای منطقه مثل ایران و ترکیه، بلکه کشورهای فرامنطقه‌ای مثل اسرائیل و روسیه و حتی آمریکا و چین نیز مداخله داشته باشند. مطمئناً آذربایجان بازنگری خواهد کرد نسبت به حساسیت‌هایی که ایران از وجود اسرائیل در مرزهای شمالی خود خواهد داشت. ممنونم از شما علم صالح، استادیار مطالعات ایران از دانشگاه ملی استرالیا از لیدز همراه ما بودید. اما در ادامه و برای گفتگوی بیشتر همراه میشیم با همکارم لیلی نیکفر که از استانبول همراه ماست. لیلی، در خبری داشتیم که بار دیگه مرز رازی در آذربایجان غربی بسته شده و از اون طرف هم رزمایش مشترکی برگزار کردن ترکیه و جمهوری آذربایجان. کمی بیشتر برای ما بگو که جزئیات این اخبار چیست؟ همونطور که در بخش‌های خبری دیروز هم اشاره کردیم، این رزمایش مشترک به نام برادری خدشه ناپذیر در چارچوب در واقع تیپ پروژه تیپ برادری نظامی ترکیه و آذربایجان برگزار شده. قراره که از در واقع تا فردا هم این رزمایش ادامه داشته باشه. گفته شده که صدها نیروی نظامی ترکیه از سه هفته پیش در مرز ایران نزدیک رود ارس در منطقه مستقر شدن. همچنین خب همونطور که میدونیم در روزهای گذشته ترکیه با گرجستان هم یک رزمایش مشترک با گرجستان و آذربایجان هم در حال انجام شو آغاز کرده. از دیروز وزیر دفاع ترکیه در منطقه بود دیروز و به این اشاره کرد که برای افزایش ظرفیت‌های همکاری و در واقع تمرین های نظامی که در آینده میتونه به امنیت منطقه کمک کنه، این نوع پروژه های رزمایشی انجام میشه. ممنونم از توضیحات همکارم لیلی نیکفر، همراه ما بودی از استانبول. در ادامه نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. قیمت رسمی تخم مرغ 7000 تومان گرانتر شد و در مراکز میوه و تره بار به شانه 43000 تومان رسید. هر شانه تخم مرغ در بازار آزاد هم بیش از 65000 تومان فروخته می شود. رئیس اتحادیه مرغ تخمگذار می گوید برای کنترل تخم مرغ های دانه‌ای 2 تا 3000 تومان و تثبیت بازار توزیع گسترده شروع شده. حمید رضا کوچک کاشانی تعلل دولت در تصمیم گیری را دلیل گران شدن تخم مرغ می داند. همزمان رسانه ها به نقل از بانک مرکزی گزارش دادند نرخ تورم در مرداد به 58% رسیده است. یک مقام پزشکی قانونی استان تهران میگوید پرونده های مربوط به درخواست تغییر جنسیت نسبت به 1 تا 2 دهه گذشته 2 برابر شده. مهدی صابری اضافه میکند بیش از 5% پرونده هایی که به پزشکی قانونی ارجاع میشود در ارتباط با موضوع تغییر جنسیت است. و همچنین میگوید فیلتری جدید برای ورود این پرونده ها به پزشکی قانونی قرار داده شده که بر مبنای آن کسی که تقاضای تغییر جنسیت دارد باید حداقل 1 سال دوره های مشاوره را بگذراند. رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران میگوید روزانه 50 پرونده حقوقی در بخش روانپزشکی پزشکی قانونی بررسی میشود. مهدی صابری میگوید بیشترین موارد ادعا درباره مشکل سلامت عقلی افراد در زمان انجام معامله است. به گفته صابری علاوه بر پرونده های مهجوریت عقلی در زمان معامله، دعاوی خانواده و مسائلی مانند حوادث ناشی از کار و از کار افتادگی از دیگر دلایل مراجعه شهروندان به پزشکی قانونی است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران میگوید 90 هکتار از عرصه‌های چهارگانه محیط زیستی این استان از جمله پارک ملی خجیر و سرخ حصار در 6 ماه نخست امسال در آتش سوزی از بین رفته است. فرهاد زندی گزارش می‌دهد سال گذشته هم 1800 هکتار از عرصه‌های چهارگانه محیط زیست تهران در آتش سوخته است. مساحت جنگل‌های استان تهران حدود 59000 هکتار است. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران میگوید حدود 2 هفته است که موارد ابتلا به کرونا در تهران رو به کاهش است و کاهش موارد مرگ ناشی از کووید 19 هم با روندی کندتر ادامه دارد. بابک اشرتی هرچند گفته تهران از وضع قرمز خارج شده اما اضافه کرده نگرانی ها درباره همه‌گیری کرونا ادامه دارد. و اگرچه گفته وقوع موج ششم همه‌گیری با شدت موج پنجم بعید است ولی در مورد ساده انگاری درباره کرونا هشدار داده است. امروز در شهر فرانکفورت جمعی از فعالین حقوق بشر و سیاسی افغان در اعتراض به سکوت آمریکا و جامعه جهانی در رابطه با وضعیت افغانستان تجمعی اعتراضی برگزار کردند. این تجمع هم اکنون در مقابل کنسولگری آمریکا در حال برگزاری است. همکارم جمشید بهرامی در محل این تجمع حضور داره و همراه ماست. جمشید، کمی بیشتر از این تجمع به ما بگو و دلیلی که این افراد در اینجا جمع شدند. بله، من الان در شهر فرانکفورت هستم در مقابل کنسولگری آمریکا در یک هوای به شدت بارانی در محل تجمع اعتراضی افغانستانی های ساکن فرانکفورت و همچنان که شما هم گفتی تجمع کنندگان در اینجا هستند تا اعتراض خودشون رو به سکوت جامعه جهانی و مخصوصا آمریکا در رابطه با بحران افغانستان نشون بدند. تجمع کنندگان در اینجا هستند و میگن که سکوت جامعه جهانی و آمریکا باعث میشه که نسل کشی در افغانستان اتفاق بیفته، باعث بحران مهاجرت و بحران اقتصادی خواهد شد. این تجمع اعتراضی توسط انجمن فرهنگی قهرمان ملی برگزار میشه و از 27 سپتامبر یعنی از دوشنبه گذشته شروع شده و تا 30 اکتبر ادامه خواهد داشت، یعنی در حدود بیش از یک ماه، و هر روز تجمع کنندگان از ساعت 8 صبح به اینجا میان و تا ساعت 6 عصر در اینجا حضور دارند. آیا تجمع کنندگان درخواست رسمی رو به کنسولگری آمریکا ارائه دادن و آیا به درخواست اونها پاسخی داده شده؟ اول از سوال دومتون شروع بکنم. تا حالا بهشون هیچ جوابی داده نشده، اما بله، یک نامه رسمی رو تجمع کنندگان به کنسولگری آمریکا در شهر فرانکفورت دادند و به کنسولگری های دیگه و به سفارت های کشورها در برلین این نامه رو فرستادند و در این نامه 3 مورد رو اشاره می کنند. در مورد اول، اونها خواهان حمایت جامعه جهانی و مخصوصا آمریکا از جبهه مقاومت شدند و همچنین خواهان حمایت از تشکل‌های زنان و نهادهای مردمی در داخل افغانستان و همچنین در خارج از افغانستان شدند و همچنین اونها میخوان که امارت اسلامی طالبان به رسمیت شناخته نشه، چرا که این به معنی به رسمیت شناختن گروه‌های دیگه تروریستی در افغانستان هستش و اونها میگن باعث به رسمیت شناختن شدن همدستان طالبان هست. همچنان که در نامه اشاره کردن، منظورشون از همدستان طالبان شبکه حقانی و همچنین گروه تروریستی داعش است. و در مورد آخر، اونها اشاره میکنن به این که 3 نفر باعث این بحران در افغانستان شدند: اشرف غنی و با ایجاد فساد سیستماتیک در دولت خودش و همچنین حامد کرزای و همچنین زلمه خلیلزاد. این 3 نفر باعث، و اونها میگن که باعث و بانی بحران افغانستان هستند و اونا باعث شدند که افغانستان 2 دستی تحویل طالبان داده بشه و الان افغانستان به یک مکان برای تروریست های تندرو در منطقه تبدیل شده. به همین دلیل اونها میخوان که این 3 نفر در یک دادگاه صالحه بین المللی محاکمه بشه. ما باید منتظر بشیم که در تا 30 اکتبر آیا نتیجه
نتیجه ای در بر خواهد داشت تجمع این تجمع کنندگان در اینجا یا نه. و این رو هم اشاره بکنم که تجمع کنندگان میگن که در صورتی که به اونها جوابی داده نشه، اونها تجمع خودشون رو بعد از 3 اکتبر تمدید میکنند و بایستی حتما به اونها جوابی از سوی کنسولگری آمریکا داده بشه. ممنونم از توضیحات جمشید بهرامی از فرانکفورت همراه ما بودید. تا دقایق دیگر به دیدار و گفتگوی مقامات امنیتی ایالات متحده و اسرائیل در واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌پردازیم. آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم تاکید کرد. رئیس ارتش اسرائیل هم گفت حملات برای مقابله با توانایی نظامی اتمی تهران ادامه خواهد داشت. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. ادامه رزمایش نظامی مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در شمال رود ارس. وزیر خارجه ایران در سفر به روسیه گفت جمهوری اسلامی انتظار دارد مسکو به هر گونه تغییر احتمالی مرزهای منطقه حساس باشد. تأکید کاخ سفید بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی. آمریکا هشدار داد در صورت شکست مذاکرات گزینه‌های دیگری در برابر ایران هسته‌ای به کار خواهد گرفت. رئیس ارتش اسرائیل گفت حملات برای مقابله با توانایی نظامی اتمی تهران ادامه خواهد داشت. ادامه اعتصاب در معدن مس سنگون ورزقان در آذربایجان شرقی. کارگران معترض برای دومین روز دست از کار کشیدند. و گزارشی درباره افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی در ایران. بی‌توجهی به ورزش، استرس و افزایش مصرف دخانیات، نمک و الکل از علل این وضع نگران کنندند. همزمان با سفر وزیر خارجه ایران به مسکو، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای خواستار از سرگیری فوری مذاکرات احیای برجام شد و اعلام کرد تنها راه خروج از وضعیت فعلی آغاز مذاکرات است. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات برجام، هم در حساب توییترش نوشت دلیلی وجود ندارد که از بی‌توجهی ایران به ادامه فرایند مذاکرات صحبت شود و تنها مسئله در بازگشت به میز مذاکرات زمان است. در همین حال وزیر خارجه ایران در مسکو درباره مذاکرات احیای برجام گفت اگر بنا باشد مذاکرات وین مسیر 8 سال گذشته را طی کند و مذاکره تنها برای مذاکره باشد، جمهوری اسلامی تصمیم مقتضی را خواهد گرفت. عبداللهیان درباره جزئیات تصمیم ایران توضیح نداد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت مذاکرات احیای برجام به زودی و در روزهای آینده آغاز خواهد شد. محمود عباس‌زاده در گفتگو با تسنیم در این حال اضافه کرد هنوز زمان دقیقی برای آغاز مذاکرات تعیین نشده است. او گفته شورای عالی امنیت ملی استراتژی جمهوری اسلامی در گفتگوها را تدوین می کند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در دیدار با همتای اسرائیلی خود در واشنگتن تأکید کرد در صورت شکست مذاکرات واشنگتن گزینه‌های دیگری را برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای در نظر خواهد گرفت. با این وجود سالیوان در دیدار با ایال هولاتا همچنان بر دیپلماسی به عنوان بهترین گزینه برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد. مقام ارشد امنیت ملی اسرائیل برای تبادل اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران به واشنگتن سفر کرده است. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید اسرائیل به عملیات نظامی خود برای مقابله با توان نظامی ایران از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. آویف کوخاوی همچنین میگوید عملیات برای از بین بردن توانمندی‌های ایران در هر زمینه و هر زمان ادامه خواهد داشت و برنامه‌های عملیاتی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم توسعه و بهبود خواهد یافت. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل همچنین جمهوری اسلامی را رژیمی ظالم خواند که گرچه در حال حاضر پایدار نظر می رسد اما در نهایت سقوط خواهد کرد. این سخنان همزمان با دیدار هیئت‌های سیاسی امنیتی اسرائیل و ایالات متحده در واشنگتن بیان شد. با همکارم اشکان صفایی در حیفا همراه میشیم. اشکان، جزئیات صحبت‌های کوخاوی دقیقاً چه بود؟ کمی بیشتر برای ما توضیح بده. بله، خب آویف کوخاوی دیروز در مراسم در واقع جابجایی رئیس رکن اطلاعات ارتش اسرائیل صحبت میکرد، گفت که اسرائیل در هر لحظه و در هر حوزه‌ای با در واقع با توانایی‌های ایران برخورد میکنه. گفت که ما باید همیشه آماده، گفت که این وظیفه ارتش است که همیشه آماده باشه که اگر لازم شد بتونه به صورت فوری به برنامه اتمی ایران حمله نظامی
بکنه، گفت این برنامه ریزی ها چیزی نیست که متوقف بشه و به صورت دائمی برنامه های ارتش برای حمله احتمالی نظامی برخواه به برنامه اتمی ایران ادامه پیدا میکنه. او همچنین گفت که این فقط ارتش نیست که در این زمینه داره کار میکنه، بلکه دستگاه های دیگه اطلاعاتی اسرائیل هم در این زمینه فعال هستن. گفت که رکن اطلاعات ارتش اسرائیل در 6 حوزه در واقع 6 حوزه رو رصد میکنه که ایران مهمترین اونها است. گفت که به لطف در واقع اقدامات اطلاعاتی رکن اطلاعات ارتش اسرائیل و البته دستگاه های دیگه اطلاعاتی که در اسرائیل هستن، این کشور در واقع یک دید بسیار خوبی داره بر تمام آنچه که جمهوری اسلامی در انجام داره انجام میده و به همین دلیل هم هست که میتونه که جلوگیری بکنه از اینکه جمهوری اسلامی بیاد و در کشورهای منطقه مستقر بشه. گفت که در واقع بجز اینکه او صحبت کرد، بعدش هم رئیس رکن اطلاعات ارتش اسرائیل که دیروز خدمتش به پایان رسید او هم صحبت کرد. او بود که در واقع گفت که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم توتالیتر تمامیت خواه هست که به مردم خودش ستم میکنه و بر اونها فشار میاره. گفت که اگرچه این رژیم در حال حاضر با ثبات هست اما نهایتا سرنگون خواهد شد. و نکته جالب این بود که او همچنین گفت که اما این هم بد نیست که در واقع کمک بشه به سرنگون کردن این رژیم. شاید یکی از اولین بارهایی هست که ما میشنویم یک مقام نظامی در اسرائیل به صورت مستقیم داره میگه که باید حمایت کرد در واقع از مردم ایران برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی. اشکان به این موضوع هم بپردازیم که دو روز پیش نخست وزیر اسرائیل گفت اقداماتی موساد انجام داده برای پیدا کردن اطلاعات بیشتر در رابطه با سرنوشت رونارات. در این رابطه ما چه نکات بیشتری میدونیم؟ خب اول اگر بخوایم شروع کنیم از اون چیزی که در اسرائیل گفته شده، مقامات در واقع رسانه‌های اسرائیلی اومدن و گفتن که این تلاشی که در واقع موساد کرده هیچ نتیجه خاصی نداشته، اما از اون طرف در واقع دفتر نخست وزیر نکته رد کرده و گفته نتایجی داشته. در مورد اینکه چه اقدامی انجام شده نه رسانه‌های اسرائیل و نه مقامات اسرائیل هیچ صحبتی نکردن، اما دو رسانه عربی دستکم در این مورد یک سری در واقع ادعاهایی رو مطرح کردن. روزنامه الرایل یوم در که در لندن منتشر میشه دیروز مدعی شد که این اقدامی که در واقع نفتالی بنت به اون اشاره کرد این بوده که ماموران موساد یک ژنرال یک سرتیپ سپاه پاسداران رو در سوریه ربودن، او رو به یک کشور آفریقایی که نامش برده نشد بردن، در اونجا از او بازجویی کردند و بعداً او رو آزاد کردند. از اون طرف تلویزیون العربیه که متعلق هست به عربستان سعودی اون هم گفته که این در واقع موساد این اقدام رو کرده، اما گفته در کنار این یک اقدام دیگه هم انجام شده، اون هم این بوده که ماموران موساد رفتن به خاک لبنان و در روستای نبیشیت از یک جسدی که در اونجا به خاک سپرده شده بوده نمونه دی ان ای برداشتن که ببینن آیا این جسد متعلق هست به رون آراد یا نه. برخی از رسانه ها هم گفتن که اگر که در واقع این موضوع درست باشه اون اقدامی که گفته میشه در قبرس احتمالاً جمهوری اسلامی اسرائیل ایران رو متهم کنه که قصد داشته انجام بده و به بازرگان اسرائیل رو ترور کنه ممکن هست در واقع واکنشی بوده باشه به همین برنامه در واقع این کاری که اسرائیل کرده و یک ژنرال سپاه رو از سوریه رو بوده. بعد گفت که این اقدام نفتالی بنت که این موضوع رو در کنست مطرح کرد در واقع با واکنش وزیر دفاع اسرائیل بنی گنتس هم روبرو شده که در واقع اقدام رو نادرست توصیف کرده. ممنونم از توضیحات اشکان صفایی از حیفا همراه ما بودیم. اما برای گفتگوی بیشتر درباره آخرین اظهارات مقامات اسرائیلی و آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای ایران همراه میشیم با سعید جعفری روزنامه‌نگار که از روم ایتالیا همراه ما هستن. آقای جعفری، بر مبنای آخرین اظهار نظرهایی که مقامات جمهوری اسلامی داشتن در رابطه با بازگشت به میز مذاکره، آیا میشه گمان زنی داشت که دقیقاً چه زمانی بالاخره جمهوری اسلامی میخواد برگرده به پای مذاکرات؟ خیر، فکر نمی‌کنم که ما بتونیم تخمین زمانی مشخصی داشته باشیم به دلیل اینکه اظهار نظرهایی از این دست خیلی در واقع چارچوب زمانی مشخصی هم درش نداشته. در
هفته های اخیر بسیار شنیده شده از سوی مقام های جمهوری اسلامی ایران. اگر به خاطر داشته باشید آقای امیر عبداللهیان ابتدا گفته بودند که کشورهای غربی احتمالاً درک می کنند که تا دولت جدید در ایران سر کار بیاد یه بازه زمانی 2-3 ماهه رو نیاز داره. بعد از اون آقای رئیسی گفتند که ما آمادگی این رو داریم که خیلی سریع به مذاکرات برگردیم و از مذاکراتی که نتیجه محور باشه حمایت می کنیم. در نهایت من تصور میکنم که خیلی نمیشه تخمین زمانی مشخصی داشت برای اینکه ایران واقعا چه زمانی میخواد برگرده به میز مذاکرات و احتمالاً این تلاش ها و این اظهارات ضد و نقیض برای این هست که به نوعی فضای بین المللی رو آماده و توجیه کنه برای تأخیری که جمهوری اسلامی ایران در بازگشت به میز مذاکرات در نظر داره، چرا که احتمالاً ایران در نظر داره و فکر میکنه که با پیشرفت‌های بیشتر در برنامه هستش احتمالاً کارت‌های بیشتری خواهد داشت برای مبادله و مذاکره بر پای میز مذاکرات. از طرف دیگه ما تهدید اسرائیل رو داریم در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی. چقدر این صحبت‌هایی که اسرائیل مطرح می‌کنه جنبه تبلیغاتی داره و چقدر راهبردی و عملیاتی هستن؟ من فکر میکنم یه تغییری که کرده روی کرده دولت اسرائیل در مقایسه با دولت آقای نتانیاهو این هست که تصمیم گرفتن در وضعیتی که دولت آقای بایدن در امریکا روی کار هستن و از مذاکرات حمایت میکنن دست کم همراهی بکنن با ایالات متحده امریکا، احتمالاً به این منظور که شاید چندان تخمین‌های خوشبینانه ای از نتیجه مذاکرات ندارن. احتمالاً این ادبیاتی که از سوی مقام‌های اسرائیلی طرح میشه جدید هست، شاید نگاهشون برای این است که اساساً قرار نیست مذاکراتی شکل بگیره و یا اگر مذاکراتی شکل بگیره نتیجه بخش نخواهد بود. در نتیجه در پی این دیدارهایی هم که مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی داشتن احتمالاً مقام‌های اسرائیلی وعده‌هایی گرفتن مبنی بر این که در صورتی که مذاکرات به شکست بیانجام دست اسرائیل بازتر بشه برای انجام عملیات خرابکارانه یا حتی ایالات متحده همکاری کنه با اسرائیل برای انجام اقدامات بیشتر از جمله شاید هم انجام حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران. پس فکر می‌کنید که صحبت‌های آمریکا هم بیشتر جنبه تبلیغاتی نخواهد داشت و تهدید خواهد بود که عملیاتی میشه، چون آمریکا هم گفته اگر ایران به پای میز مذاکره برنگرده دست به عملیات‌های بیشتری میزنه؟ به هر حال دولت ایالات متحده آمریکا از زمانی که روی کار اومده دولت جدیدشون از دیپلماسی حمایت کردن، تلاش بسیار زیادی هم کردن که در زمان دولت آقای روحانی مذاکرات به نتیجه برسه که خب به علت کارشکنی‌های داخلی در جمهوری اسلامی به نتیجه نرسید. هنوز هم از نوع ادبیات و نوع صحبت‌هایی که حتی آقای جک سالیوان دیشب انجام دادن این برمیاد که آمریکا همچنان طرفدار دیپلماسی و حل مسئله در صورت حل مسئله پای میز مذاکرات هست. اما به هر حال وقتی اگر این شرایط ادامه پیدا کنه و همونطوری که گفته شده فاصله ایران با برکاو کمتر شده، پیشرفت‌های هسته‌ای ایران داره افزایش پیدا می‌کنه و احتمالاً حتی ادامه این مسیر شاید باعث بشه که دیگه احیای برجام فایده چندانی از منظر محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران نداشته باشه. در نتیجه بله، این هم دور از انتظار نیست اگر که این روند ادامه پیدا کنه و جمهوری اسلامی ایران همچنان تعلل کنه برای بازگشت به میز مذاکرات، ایالات متحده آمریکا هم قاعدتاً چاره و مسیر دیگری نخواهد داشت جز اینکه رویکرد دیگری رو در قبال ایران و برنامه هسته‌ایش در پیش بگیره. ممنونم از توضیحاتتون. سعید جعفری روزنامه‌نگار از روم همراه ما بودید. محمد حبیبی معلم زندانی سیاسی و از اعضای کانون صنفی معلمان ایران که سال گذشته از زندان آزاد شد در روز جهانی معلم بار دیگر از آموزش و پرورش اخراج شد، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی هم مورد توجه کاربران بود. از همین رو در استودیو همراه میشیم با همکارم نوشین خانی تا بیشتر در همین مورد صحبت بکنیم. نوشین، کاربران دقیقاً در این رابطه چی میگن و چه اتفاقی افتاد؟ اساس دیروز که این اتفاق افتاد کاربرها دارن به شدت این اقدام آموزش و پرورش رو محکوم میکنن و معتقدن که اگر این شخص، این معلم اخراج بشه هیچ کس نمیتونه مقام و جایگاه معلمی رو از محمد حبیبی بگیره. من یک بخشی از این واکنش‌ها رو انتخاب کردم که مرورشون میکنم.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، برای دومین بار از شغل معلمی اخراج شد. وزارت آموزش و پرورش در آستانه روز جهانی معلم به بازخرید اجباری محمد حبیبی رأی داد. محمد حبیبی پیشتر با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی به تحمل بیش از 10 سال حبس محکوم و اردیبهشت 1397 به زندان منتقل شده بود، اما آبان ماه گذشته آزاد شد. محمد حبیبی دیروز با هشتگ معلم میمانم در توییتی نوشت: دیروز از کارگزینی اداره زنگ زدن و گفتن نامه ای از هیئت تجدید نظر تخلفات اداری وزارت خونه داری. متن نامه مبنی بر حکم قطعی اخراج و بازخرید از آموزش و پرورش بود. در آستانه روز جهانی معلم پیغام صریحی است که حاکمیت هر گونه مطالبه گری رو تحمل نمی کنه. سعید دهخان، وکیل دادگستری، میگه اخراج سخنگوی کانون صنفی معلمان از آموزش و پرورش، یعنی معلم خوب از نظر نظام آموزشی جمهوری اسلامی، معلمیه که ساکت و تسلیم محض باشه. همونطور که آموزش و پرورش سالهاست که دیگه رایگان نیست، پیگیری حقوق صنفی معلمان هم در این سالها دیگه بی‌هزینه نیست. کاربران شبکه‌های اجتماعی از این اقدام آموزش و پرورش به شدت انتقاد کردند. ضیا نبوی، فعال سیاسی، نوشته همین چند روز پیش فرهاد میثمی، معلم و فعال مدنی، از زندان تماس گرفته بود و لابلای گفتگوها در مورد شخصیت متعهد، اصولی و مؤثر محمد حبیبی حرف زدیم. هر دو تعهدش به کار جمعی رو تحسین می‌کردیم و قبول داشتیم. در سطحی بسیار بالاتر از فضای سیاست روز فعالیت میکنه. نبوی در آخر میگه وزارت آموزش و پرورش از چنین سرمایه‌ای چی میفهمه؟ یکی از کاربرها هم میگه انسانی که انسان ساز باشه و بر مدار حقیقت قدم برداره، با زندان و اخراج از خدمت از او تقدیر میکنن، چون امنیت با آگاهی و سلامت جامعه به خطر میفته. یه کاربر دیگه هم نظرش اینه: اینکه جمهوری اسلامی تصور میکنه با اخراج معلم موفق به حذف معلم میشه هم نکته جالبیه. این کاربر در آخر میگه معلمی شغل نیست جان من، یک وضعیت انسانی پاک نشدنی است. یک کاربر هم با اشاره به اخراج محمد حبیبی نوشته این کار تیشه زدن علنی حکومت به ریشه آموزش و پرورشی است که با همین شیوه عملکرد امنیتی ایدئولوژیک هر روز بیشتر در قهقرا فرو میره. و در نهایت هم کاربری نوشت مملکتی که در روز جهانی حقوق بشر جلادی مثل مرتضوی رو تبرئه میکنه، در روز جهانی زنان زنان رو بازداشت میکنه، در روز کارگر کارگران رو شلاق میزنه و در روز جهانی معلم معلم و سخنگوی صنفی معلمان رو اخراج میکنه، اگه خراب شده نیست پس چیه؟ در آخر برمیگردم به فرهناز. ممنونم از توضیحاتت نوشین. تا دقایق دیگر به ادامه اعتصاب در معدن مس سنگون ورزقان در آذربایجان شرقی می‌پردازیم. کارگران معترض برای دومین روز دست از کار کشیدند. کارگران به پایین بودن دستمزدها و شرایط نامناسب کاری و معیشتی خود اعتراض دارند. با ما باشید. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مرور کنیم بر سرخط خبرها. ادامه رزمایش نظامی مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در شمال رود ارس. وزیر خارجه ایران در سفر به روسیه گفت جمهوری اسلامی انتظار دارد مسکو به هر گونه تغییر احتمالی مرزهای منطقه حساس باشد. تأکید کاخ سفید بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی. آمریکا هشدار داد در صورت شکست مذاکرات گزینه‌های دیگری در برابر ایران هسته‌ای به کار خواهد گرفت. رئیس ارتش اسرائیل گفت حملات برای مقابله با توانایی نظامی اتمی تهران ادامه خواهد داشت. ادامه اعتصاب در معدن مس سنگون در آذربایجان شرقی. کارگران معترض برای دومین روز دست از کار کشیدند. و گزارش درباره افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی در ایران. بی‌توجهی به ورزش، استرس و افزایش مصرف دخانیات، نمک و الکل از علل این وضع نگران کننده‌اند. کارگران معدن سنگون ورزقان در آذربایجان شرقی برای دومین روز متوالی دست از کار کشیدند. کارگران اعتصابی به پایین بودن دستمزدها و شرایط نامناسب کاری و معیشتی خود اعتراض دارند. کارگران معترض خواهان افزایش دستمزدهایشان هستند.
گزارش ها حاکی است بیش از 500 کارگر معدن سنگون در این اعتصاب شرکت کردند. کارگران معترض میگویند با آنها قراردادهای 3 ماهه بسته می شود و امنیت کاری ندارند. معدن سنگون دومین معدن بزرگ مصر در ایران است و قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران 3 سال پیش مسئولیت احداث کارخانه تولید کاتد مس آن را بر عهده گرفت. نیکی محجوب همکارم در استودیو همراه ماست و بیشتر به همین موضوع بپردازیم. نیکی، از جزئیات این اعتصاب و اعتراض کارگران چه چیز بیشتری میدونی؟ ببین، این کار در هر حال کارگرها 5000 نفرن که توی این مجموعه مشغول به کارن. تأکیدشون روی اینه که قراردادهایی که باهاشون بسته میشه قراردادهایی که عملا کارگر رو در شرایطی قرار بده که اگر بخواد اعتراضی رو صورت بده این نگرانی رو داشته باشه که کارشو از دست میده. تعداد زیادی از این کارگرها سابقه کاری بین 15 تا 20 ساله دارن ولی حقوقی که دریافت میکنن بین 3-4 تا 7 میلیونه که خط فقر 10 میلیونه. تاکیدشون اینه که خب این حقوق پایین‌تر از خط فقره. کار در معدن بسیار کار سختیه. ایمنی که لازم هست براشون ایجاد نمیشه، در حالی که این ادار و مدیر عامل مجتمع معدن مس کرده که بالاترین استاندارد معدن رو دارن. کمتر از 2 روز پیش بود که یکی از کارگران همین مجموعه بر اساس گزارش رسانه‌های محلی جونش رو از دست داده در حین کار. این یعنی اینکه خب شرایط اون کارخونه شرایط مساعدی نیست. کارگرها بارها و بارها بحث کردن سر اینکه یه مجموعه استخدام میشن، این مجموعه عموماً تحت فشار قرار میگیرن، حقوقشون افزایش پیدا نمیکنه، مزایا بهشون داده نمیشه و شرایطشون هر بار نسبت به سال گذشته به جایی که بهبود پیدا کنه بدتر میشه. از اون طرف این نگرانی‌ها دارن، میگن هر باری که اعتراضی کردن یا نامه‌نگاری صورت گرفته با نگاه امنیتی مواجه شدن و ازشون خواسته شده که اعتراضاتشون رو به شکل قومیتی جلو نبرن، در حالی که کارگرا میگن این محدوده، این کارخونه، این معدن در ورزقانه. تعدادی از ماها قاعدتاً بومی هستیم، تعدادیمون بومی نیستیم. حرفی که میزنیم ولی یکیه، اینکه حقوق مزایای ما باید رعایت بشه. کارگرای اعتصابی از شرکت‌های پیمانکاری آجین، ندا، موبین، نوآوران و زحلن که خودشون میگن مشخص نیست این پیمانکاری‌ها زیر مجموعه کجاست، ولی کل مجموعه که بخشش الان توسط سپاه خریده شده زیر مجموعه شرکت مس ایرانه. ما می‌دونیم که این معدن سنگون یکی از بزرگترین معادن ایرانه. در رابطه با خود این معدن و فعالیت‌هایی که داره چه چیز بیشتری می‌دونیم؟ ببین، این معدن به گفته نماینده ورزقان یک حرفی رو چند روز پیش زد، گفتش که معادن ایران توسط برخی از افراد اطلاعاتی به گروگان گرفته شده و رانتخارا و اونها هستن که معادن رو در ایران در دست دارن. قرارگاه خاتم الانبیا 3 سال پیش اومد برای احداث کارخانه تولید کاتد مس یه رقمی رو پیشنهاد کرد که اون رقم حدود 8000 میلیارد تومان بود. اون رقم پذیرفته شد، قرارداد هم اخیراً امضا شده. نکته اینه که ارزش کل این ذخایر معدن مس 320 میلیارد دلاره. یعنی خاتم الانبیا فقط 8000 میلیارد تومان پرداخت کرده. از اون طرف نماینده ورزقان میگه این قیمت پیشنهادی بسیار پایینه، اما کسی که باید تصمیم بگیره در موردش قاعدتاً شرکت ملی مس ایرانه. یه اتفاق دیگه‌ای که افتاده که باز هم یه مقدار نگرانی ایجاد کرده اینه که هفته پیش مدیر کل اوقاف امور خیریه آذربایجان شرقی اومده ادعا کرده که معدن مس وقفیه و پیگیری‌ها برای اینکه این بره زیر مجموعه اوقاف ادامه داره. یعنی یه درگیری است الان بین سپاه، بین اوقاف و این وسط اون افرادی که دارن تحت فشار و آزار قرار می‌گیرن، کارگرانی هستند که خواستشون یک خواسته صنفی است، برخوردی که باهاشون میشه یا پاسخ بهشون نمیدن یا
سرکوبشون میکنن و صداشون رو خفه میکنن. ممنونم از توضیحاتت. همکارم نیکی محجوب در استودیو همراه ما بودیم. نگاهی بندازیم به چند خبر از گوشه و کنار جهان. تانکر ترکرز شرکت ردیابی نفتکش‌ها چهارشنبه 14 مهر ماه اعلام کرده سومین نفتکش حامل محموله نفتی ایران برای حزب الله لبنان به بندر بانیاس سوریه رسید. تانکر ترکرز در توییتی نوشته محموله نفتکش به نام فورچون گازوئیل است و از بندر بانیاس سوریه توسط حزب الله به داخل لبنان منتقل می‌شود. نفتکش فورچون روز جمعه از طریق دریای سرخ وارد خلیج سوئز شده بود. دومین محموله سوختی ایران برای حزب الله لبنان توسط نفتکش فارس در 31 شهریور از کانال سوئز گذشت و اولین محموله سوخت ایران برای پیشگیری از تحریم شدن لبنان توسط آمریکا روز 25 شهریور از طریق بنادر سوریه تخلیه و از راه زمینی به حزب الله در لبنان تحویل داده شد. تلگرام از جذب حدود 70 میلیون کاربر جدید همزمان در زمان قطعی فیسبوک و واتساپ خبر داد. فیسبوک و شرکت‌های زیرمجموعه آن اینستاگرام و واتساپ روز دوشنبه برای حدود 6 ساعت از دسترس میلیون‌ها نفر خارج شدند. فیسبوک علت این قطعی را تغییرات اشتباه در پیکربندی روترهایش عنوان کرد. بنابر گزارش‌ها قطعی چند ساعته فیسبوک برای بنیانگذارش مارک زاکربرگ حدود 6 میلیارد دلار ضرر مالی به دنبال داشته است. رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا گفته ایالات متحده مانند چین رمز ارزها را ممنوع نخواهد کرد. گری گسلر اما اضافه کرده آمریکا باید اطمینان یابد که این صنعت به قواعد حمایت از سرمایه گذار و مشتری و قوانین مالیاتی و ضد پولشویی پایبند می‌ماند. معترضان به شرایط اقلیمی و محیط زیستی روز گذشته در نمایش لباس فصلی لوی ویتون حضور یافتند و این برنامه را مختل کردند. در این مراسم که در پاریس برگزار شد، افراد با در دست داشتن تابلوها و پلاکارتهایی به مصرف بیش از حد مواد و اثرات مخرب محیط زیستی آن اعتراض کردند. بر اساس گزارش‌ها، صنعت مد بعد از نفت دومین صنعت آلوده کننده جهان است. دولت فدرال استرالیا در توافقی با پاپوآ گینه نو 3 ماه دیگر به بررسی پرونده پناهجویانی که سعی داشتند تا با قایق خود را به استرالیا برسانند پایان خواهد داد. به این ترتیب از ابتدای سال میلادی آینده پاپوآ گینه نو مسئولیت پناهجویانی را که در این کشور باقی میمانند بر عهده خواهد داشت. پاپوآ گینه نو کشوری فقیر با حدود 9 میلیون جمعیت در اقیانوس آرام و قاره اقیانوسیه و در همسایگی استرالیا قرار دارد. همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه ماست تا بیشتر به همین موضوع بپردازیم. علیرضا، چه جزئیاتی میدونیم از این خبر؟ موضوع پناهجویان از موضوعات چالشی و بحث برانگیز در استرالیا است. در تازه ترین اتفاق، دولت فدرال استرالیا و پاپوگینه نو، کشوری در شمال استرالیا در اقیانوس آرام و از کشورهای مشترک المنافع، در بیانیه مشترک اعلام کردند که از اول ماه ژانویه سال 2022 میلادی استرالیا دیگه پرونده افرادی که تلاش داشتن به صورت غیرقانونی وارد استرالیا بشن رو بررسی نخواهد کرد و این مسئولیت بر عهده پاپوگینه نو گذاشته خواهد شد. در سال 2013 میلادی توافقنامه میان استرالیا و پاپوگینه نو در زمان نخست وزیری آقای کوین راد از حزب کارگر امضا شد که بر اساس اون توافق افرادی که تلاش داشتن به صورت غیرقانونی و با قایق وارد استرالیا بشن به این کشور بازگردانده میشدند. این به این معنا هستش که پاپوگینه نو الان به افرادی که میخوان به کشور ثالثی مثل آمریکا منتقل بشن کمک خواهد کرد و همچنین افرادی که بخوان اونجا در پاپوگینه نو بمونن میتونن اقامت داشته باشن. احتمال دادن اقامت دائم و شهروندی به اونها هم وجود خواهد داشت. خانم کارن اندروز وزیر کشور استرالیا گفته که سیاست محافظت قدرتمندانه از مرزهای استرالیا تغییری نکرده و افرادی که بخوان به صورت غیرقانونی و با قایق وارد استرالیا بشن یا بازگردانده خواهند شد یا به ناورو برده میشن. ناورو کشور جزیره‌ای و کوچک در شمال شرقی استرالیا در اقیانوس آرام هستش که استرالیا روند رسیدگی به پرونده پناهجویان را همچنان ادامه میده و این اردوگاه پناهجویان رو باز نگه داشته. بین سالهای
سالهای 2008 تا 2013 میلادی بیش از 50,000 نفر با بیش از 820 قایق وارد استرالیا شدند و حداقل 1,200 نفر جان خودشون رو در دریا از دست دادند. استرالیا در سال 2017 میلادی اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس از جزایر پاپوگینه نو رو بست. اردوگاه پناهجویانی که همواره خبرهای تلخی مثل ضرب و شتم، خودکشی و شورش در اون به گوش می رسید و شاید تلخترینش مرگ رضا براتی پناهجوی ایرانی 23 ساله بود که در فوریه سال 2014 میلادی بر اثر ضرب و شتم ماموران حفاظتی جان خودش رو از دست داد. ممنونم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا همراه ما بودیم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از توافق با همتای چینی خود برای پایبندی به معاهده تایوان خبر داده است. به نظر می‌رسد اشاره بایدن به سیاست واشنگتن باشد که بر اساس آن آمریکا، چین و نه تایوان را به رسمیت می‌شناسند. قانون روابط با تایوان تأکید دارد که آمریکا تنها با چین روابط دیپلماتیک دارد، اما با این انتظار که مسئله تایوان از طریق مسالمت‌آمیز حل شود. گفتگو بین سران آمریکا و چین در حالی انجام شده که تنش بین پکن و تایوان به شدت افزایش یافته است. همکارم بردیا افشین اینجا در استودیو همراه ماست تا بیشتر به همین خبر بپردازیم. بردیا، این گفتگوی بین رؤسای جمهور آمریکا و چین درباره تایوان چقدر اهمیت داره؟ میتونه برای چین بسیار اطمینان بخش باشه، به خصوص با توجه به اون تحولات اخیر در منطقه که به زعم برخی افزایش تنش‌ها در منطقه خونده شده. تایوان همواره محل اختلاف بین ایالات متحده آمریکا بوده با چین و خیلی وقتا تنش‌ها به متناسب با مواضعی که مقامات آمریکایی گرفتن یا گفتهایی که آمریکایی‌ها در قبال تایوان داشتن تنش‌ها بالا گرفته یا کاهش پیدا کرده. حالا اینجا جو بایدن اشارش احتمالاً به اون 90 دقیقه گفتهای اخیرش، این تأکیدی که داشته بر اینکه موضع آمریکا نسبت به تایوان چیه، اشارش به حرفایی که اطمینانیه که او در صحبت‌های دو ماه گذشتهش با همتای چینی شی جین پینگ داشته. اونا بعد از 7 ماه برای 90 دقیقه صحبت کردن، بخشش مربوط به تایوان بوده و گفته که آمریکا متعهده به قانون مصوب کنگره آمریکا، قانون موسوم به روابط با تایوان که 40 سال پیش مصوب شد وقتی که چین روابط خودش رو به زمان به روی کار بودن جیمی کارتر در کاخ سفید با غرب از سر گرفته بود. طبق اون قانون آمریکا موضعی نسبت به استقلال تایوان نخواهد گرفت و حتی دخالت نظامی نخواهد کرد و خب روابط دیپلماتیکی هم با تایوان نخواهد داشت و روابط دیپلماتیکش با پکن، دولت مستقر در جمهوری خلق چین. ولی به هر حال آمریکا همواره به تایوان کمک نظامی کرده و همچنان هم به نظر میرسه با توجه به گفتهای جو بایدن متعهد به کمک‌های نظامی خودش برای تایوان، برای حمایت از تایوان باقی میمونه. البته با این حال تایوان خواسته که آمریکا توضیح بده که مواضعش شفاف در قبال تایوان چه خواهد بود. پس با این اوصاف چه آینده‌ای رو میشه برای تایوان متصور بود؟ من به تحولات اخیر اشاره کردم، تحولاتی که به زعم تایوان در 40 سال اخیر بی سابقه بوده و به نظر میرسه که تنش‌ها بین تایوان و جمهوری خلق چین بالا گرفته. ما شاهد این بودیم که بعد از روز ملی چین نزدیک به 150 جنگنده چینی بر فراز آسمان‌های تایوان حرکت کردند. جامعه بین‌الملل از چین خواستن که دست از این تحرکات که به زعم اونها برهم زننده امنیت و صلح و ثبات بردارن. البته چین اعتنایی نکرده. ما میدونیم که چین تایوان رو بخشی از خاک خودش میدونه، تایوان خودش رو جمهوری چین، تایوان خودش رو یک دولت دموکراتیک میدونه، مستقل میدونه، ولی چین گفته حتی اگر لازم باشه به از زور استفاده میکنه تا تایوان رو به خاک خودش برگردونه. ولی تایوان خب همچنان مصر بر موضع دولت مستقر در تایپه، مصر بر موضع خودش، ولی باید دید چقدر میتونه مقاومت کنه بر چین و سیاست‌های شی جین پینگ که توسعه طلبانه است. و ما شاهد بودیم در هنگ کنگ که جامعه بین الملل اون چیزی که بر هنگ کنگ اتفاق افتاد، استیلای چین بر هنگ کنگ پابرجا شد برخلاف معاهدات تعهداتش، ولی کن جامعه بین الملل سکوت کرد. ولی خب آینده‌ای برای تایوان چجوری میشه تصور کرد؟ تایوان الان تحت فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی چینه.
اما به طور کل موضع آمریکا در برابر تایوان در زمان ریاست جمهوری ترامپ با بایدن چقدر متفاوته؟ مشخصا ما میدونیم که تنش‌ها بین آمریکا و چین همچنان بالا گرفته. اون چیزی که چین ازش یاد کرده تغییر سیاستی در قبال، امیدوار بودن جو بایدن تغییر سیاست اعمال کنه در قبال چین. ما میدونیم که به هر حال این جنگ عمده تعرفه ها همچنان باقیه، برای همین ناظران میگن که سیاست های دولت بایدن با دولت ترامپ نسبت به مسائل کلان خیلی تغییری نکرده. و اینجا هم میبینیم که به هر حال جو بایدن احتمالاً در نظر داره مسئله چون تایوان باعث تنش فزاینده در روابط چین و آمریکا نشه. به هر حال اختلافایی دارن، ولی بر سر مسائل عمده‌ای که در پیش، مثل مثلا تغییرات اقلیمی، جامعه بین الملل انتظار همکاری چین و آمریکا رو داره و باید دید که حالا آیا مسئله مثل تایوان میتونه این وسط مانع بشه یا خیر. به نظر میسه که اون خطی که بایدن انتخاب کرده در طی 40 سال گذشته فرقی نکره با اون کسایی که پیشتر از او در کاخ سفید حضور داشتن. ممنونم از تو بردی افشین، در استودیو همراه ما بودیم. در ادامه مجموعه خبری به گزارشی درباره افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی در ایران و همزمان افزایش چند برابری قیمت دارو و درمان آن می‌پردازیم. بی‌توجهی به ورزش، استرس و افزایش مصرف دخانیات، نمک و الکل از علل این وضع نگران کنندند. با ما باشید.